با سلام به همه شما خوبان و عزیزان، امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز میخوام یکی از غذاهای قدیمی و سنتی کشورمون آبگوشت یا دیزی رو آموزش بدم. دیزی در واقع اسم ظرفی هست که در قهوه‌خانه ها یا همون سفره‌خانه های سنتی آبگوشت رو در دیزی سنگی یا سفالی یا مسی به آرامی و مدت زمان زیادی می‌پزند. به این ترتیب غذا عطر و طعم ویژه‌ای پیدا می‌کنه و به اصطلاح جا می‌افته و با همون ظرف سر سفره میارن و افراد ابتدا آب و دنبه را از مواد جدا می‌کنن و مواد را با گوشکوب می‌کوبن و با نان که معمولاً سنگک هست میل می‌کنند. آبگوشت بین مردم دارای محبوبیت خاصی می باشد و در شهرهای مختلف به سبکهای مختلفی پخته می شه. شاید اگر از 10 نفر ایرانی بپرسید غذاهای اصیل ایرانی کدام هستند، قطعاً 9 نفر آبگوشت رو نام می برن و کمتر کسی پیدا می شه که آبگوشت دوست نداشته باشه. این غذای خوشمزه و لذیذ از مواد مختلفی نظیر گوشت گوسفند، نخود، لوبیا، گندم، سیب زمینی، پیاز، سیر، گوجه، لیمو و ادویه‌جات تهیه میشه و یک غذای کامل و بسیار مقوی و مفید است. پس از پخته شدن داخل آب آبگوشت نان خشک را خرد یا تلیت میکنن و با پیاز و سبزی و آب لیمو که باعث خوشمزه تر شدن اون میشه سرو میکنن و بقیه مواد با گوشکوب دستی کوبیده میشه و به همراه انواع چاشنی مانند ترشی، زیتون، سبزی خوردن، سیر ترشی، ماس و دوغ سرو میشه. با وجود اینکه از قسمت‌های مختلف گوشت گوسفند میتونید آبگوشت درست کنید، اما قسمت‌های پرچرب و استخواندار چون قلبه‌گاه، ماهیچه ران، دنده و گردن جزو گوشت‌های خوب برای آبگوشت محسوب میشه. برای هر نفر 250 گرم گوشت در نظر بگیرید کافیه، ولی من چون میخوام نصف مواد رو به صورت کوبیده و نصفش رو به صورت نکوبیده سرو کنم، گوشت بیشتری استفاده میکنم. دقت کنید اگه بین چربی های گوشت کیس یا قده بود در بیارین و دور بریزین. گوشتا رو به قطعات درشت خرد کنید و با پشت چاقو روی استخوان ها بزنید تا از وسط دونیم بشه که مغز استخوان هم جذب آبگوشت بشه. حبوبات را 1 روز قبل بذارین خیس بخوره و چند بار آبش را عوض کنین تا کاملا نفخش از بین بره. ادویه‌جات، زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، دارچین، زیره، پودر شنبلیله، پودر گشنیز، از هر کدوم 1 قاشق چای خوری. در صورت تمایل 5 عدد لیمو امانی که باید بذارین خیس بخوره تا تلخیش از بین بره و در 1 ساعت آخر اضافه کنید و 1 ساعت بعد درشون بیارین تا آبگوشت تلخ نشه. سیر، پیاز، گوجه از هر کدوم 2 عدد و اگه میخواین لعاب بیشتری داشته باشه میتونید 2 قاشق گندم هم اضافه کنید. با مقدار موادی که ارائه میکنم میتونید برای 10 نفر آبگوشت تهیه کنید. در صورتی که میخواید مقدار کمتر یا بیشتری تهیه کنید، کافیست مقدار مواد را ضرب یا تقسیم کنید. 3 پیمانه حبوبات، 3 کیلو گوشت، دنبه و ادویه‌جات، پیاز، سیر و پوست گوجه رو بگیرید و داخل قابلمه بریزید و آب جوش اضافه کنید تا روی مواد رو بگیره.
خوشمزه تر شدن آبگوشت به اینه که با حرارت ملایم و زمان طولانی تری پخته بشه. درب قابلمه را ببندید تا با حرارت ملایم 1 الی 2 ساعت مواد خوب پخته بشه. بعد پیازا را از مواد خارج کنید و دور بریزید. اگه آب گوش غلیظ شده میتونید کمی آب جوشیده اضافه کنید تا همچنان آب روی مواد رو گرفته باشه. 3 یا 4 عدد سیب زمینی و در صورت تمایل لیمو امانی اضافه کنید. دنبه ها رو از مواد خارج کنید و با 2 قاشق دارچین بکوبید. موقع سرو به آبگوش اضافه کنید. به مقدار لازم نمک و 1 عدد فلفل سبز اضافه کنید و 3 قاشق رب با 1 قاشق روغن تفت بدید و اضافه کنید تا 1 الی 2 ساعت دیگه با حرارت ملایم جا بیفته و در انتها دنبه و دارچین رو به مواد اضافه کنید و آبگوش رو جدا کنید و مواد رو با گوشت کوب بکوبید و سرو کنید. و روی گوشت کوبیده را با مقداری گوشت ریز ریز شده تزیین کنید و برای جذاب تر شدن 1 قاشق آب گوشت روی گوشت کوبیده بریزید و نوش جان کنید. حتما درست کنید و در کنار عزیزانتون میل کنید و لذت ببرید و اینو همیشه در نظر داشته باشید. وقتی ظرف کثیفی توی ظرفشویی هست باید خدا رو شکر کنیم، چرا که غذایی بوده که ما اونو توی ظرف نوش جان کردیم و باز جای شکر داره عزیزانی داشتیم که اون غذا رو تقدیم حضور اونها کردیم و باز جای شکر داره که ما آشپزی بلدیم و میتونیم برای عزیزانمون غذا درست کنیم. پس خدا رو شکر میکنیم. آرزو میکنم همیشه تنتون سلامت، دلتون شاد، لبهاتون خندون، جیباتون و حساب بانکیتون و دخلتون همش پر از پول و سکه و ثروت باشه. آرزو میکنم سایتون بالا سر بچه هاتون باشه و در کنار عزیزانتون خوش و سلامت باشین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.